چند روز گذشته شایعاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد معین در گذشته اخیر چندین بار به کشور ما سفر کرده است، ولی این سفرها به صورت رسمی و با حفظ حریم خصوصی او بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن بوده است که در مدت‌های اخیر احتمال بازگشت معین به ایران به دلیل تلاش‌های وزیر ارشاد و برخی مسئولان وزارت امور خارجه مطرح شده است. پیش از این هم رئیس قوه قضاییه تأکید کرده بود که هیچ فردی ممنوع ورود نمی باشد. چندی قبل کبرا اوسوبار، فعال رسانی اصولگرا، در گفتگویی گفت درباره خوانندگانی که خارج از کشورند و علاقه دارند به ایران برگردند، می توانیم در همان چارچوب مشخصی که در ایران خواننده ها فعالیت می کنند، برای افرادی که از خارج از کشور میخوان برگردن هم زمینه ای را فراهم بکنیم که بتوانن برگردن و در اینجا فعالیت کنند. وزیر ارشاد هم در ماهای اخیر چند بار گفته که نصرالله معین میتواند به ایران برگردد. نه خوبه، همونجا وایس. خیلی قشنگه. منظرش باحاله، نه؟ آره همونجا خیلی قشنگه. برای این برای نگاه کنیم، این برای باید نگاه کنیم. در حالی که بسیاری از هنرمندان داخل کشور به نوع دستگاه‌های دولتی انتقادهایی دارند، برخی میگویند که این موضع رسانه وزیر برای پر کردن ضعف‌های دولت در تعامل با هنرمندان در این سال هاست و به بازگشت معین نمی انجامد و حتی در صورت وقوع چیزی شبیه به سرنوشت حبیب در دولت احمدی نژاد در انتظار اوست. حالا خبری عجیب درباره رفت آمدهای معین به ایران در گذشته شنیده می شود. یک منبع آگاه گفت معین چند بار است که به ایران آمده است که یک مورد آن برای مراسم درگذشت مادرش بوده است. البته این رفت آمدها در سکوت کامل خبری انجام شده است. او با بیان اینکه ممکن است برای چهره های دیگری همچنین وضعیتی رخ داده باشد گفت چند سال قبل هم ابی از نمایندگی ایران در آمریکا درخواست شناسنامه ایرانی کرده بود. در سالهای گذشته نیز با خواننده هایی که خارج از ایران فعالیت می کردند و موسوم به خوانندگان لس آنجلس بودند از این دست موارد دیده می شد، اما هر یک با سرنوشت و رویکردی متفاوت روبرو شدند. حبیب از جمله خوانندگانی بود که به ایران بازگشت، اما تا پایان عمر اجازه فعالیت جدی چون گذاشتن کنسرت را نداشت. از سوی دیگر اما فریدون اسرایی هم که پیش از بازگشت به ایران از همین دست خوانندگان بود، در ایران به فعالیت‌های جدی‌تر پرداخت. آلبوم‌های گوناگونی منتشر کرد و کنسرت‌هایی را برگزار کرد و حتی در شوی تلویزیونی برای سنجش خوانندگی شرکت کنندگان به عنوان داور حضور داشت. با تمام این اوصاف مشخص نیست که معین یا بهروز وثوقی یا دیگرانی که امروز نامشان در میان است در صورت حضور در ایران با کدام یک از این دو گونه برخورد مواجه خواهند شد. پیرو همین ماجرا و 48 ساعت پس از انتشار این خبر، بهمن بابازاده در صفحه شخصی خود اینطور نوشته است: یکی از اعضای خانواده معین در متنی که مورد تایید نصرالله معین که به صورت اختصاصی در اختیار من قرار داده، ضمن تکسیب اخبار رفت و آمد معین به ایران در این سالها، جزئیاتی از آخرین روزهای حضور این خواننده در زادگاهش را بازگو کرده است. در این متن آمده است که آقای معین آخرین بار در سال 1360 ایران بوده و پس از خروج قانونی از کشور هرگز به ایران بر نگشته است. ایشان پاسپورت و شناسنامه ایرانی دارد و هرگز از آن روز به بعد به کشور باز نگشته است. اخبار و گزارش‌های مختلفی این روزها به مقاصد مختلف در ایران منتشر می شود که هرگز صحت نداشته و ندارد و آقای معین هیچ درخواست و یا هیچ پیشنهادی به مجموعه و یا نهادی ارائه نداده است. از تکرار بی اندازه این گزارش های اشتباه و دروغ گلایه دارد و پس از کنسرت دبی در 23 فروردین ماه در صورت تکرار این گزارشات دروغ رسما اظهار نظر خواهد کرد.